سلام و درود دارم بر همه هموطنان بسیار عزیزم در برنامه دیگری از امروز و فردای ایران و در تلویزیون ایران فردا. این هفته در چند روز گذشته با خبری مواجه شدم که دیدم بیدلیل نیست که من اون کتاب دلم شور میزند رو نوشتم. دلم برای چی شور میزنه؟ دیدم که رئیس زندانهای کشور اعلام کرده که سن متوسط زندانی ها به زیر 30 سال رسیده. سال 84 39 سال بوده، بعد شده 36 سال، حالا شده کمتر از 30 سال. سن زندانی کمتر از 30 سال یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی که به طور متوسط بیشترین زندانی ها هستند و امروز در زندان های کشور هستند، 7 سال بعد از انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمدند. نه ضد انقلاب هستند، نه اینی که اونها رو از قبل از انقلاب کشورهای امریکا و اسرائیل و اینها به ایران فرستادن برای جاسوسی و غیره و غیره. این مجموعه ای که امروز در زندان‌های کشور، آخرین آمار چند روز گذشته میگه بیشتر از 230 هزار نفر. 230 هزار نفر آمار رسمی زندان‌های کشور. البته همونطوری که میدونیم متجاوز از 20 چند زندان غیر رسمی هم در ایران وجود داره که آمار اونها اعلام نمیشه. این آمارهایی که اعلام میشه از کجا میاد؟ این آمارها رو سازمان زندانیان کشور که زیر نظر قوه قضاییه هست هر سال اعلام میکنه. آیا تمام آمارهایی که در ایران اعلام میشه درسته؟ این هم یکی از همون هاست. این هم یکی از همون هاییه که به هر حال اعلام میکنن که ما اینقدر زندانی داریم. هیچ کس هم نمیتونه که بگه که حالا این چقدرش درسته و چقدرش غلطه. دو سه سال پیش خبری رو یکی از سازمان‌های زندان‌های کشور اعلام کرد که ما 100 هزار زندانی مازاد بر ظرفیت داریم. برای یک زندان بزرگ، بزرگ 100 هزار نفره مشغول ساختمان زندان هستیم و یک اردوگاه در خارج از شهر. فرمانده ناجا، همون آقایی که امروز زندان خودش ظاهرن، البته آقای احمدی مقدم، اعلام میکردش که ما در سال 5000 جرم داشتیم. گزارش پلیس رو ایشون میدادن، فرمانده نیروی انتظامی بودن. این در حالتیه که ما در دو ماه اول سال 93 آمار پزشک قانونی میگه که 104300 مورد به پزشک قانونی مراجعه کردن. میدونیم که ما از نظر فرهنگ خودمون اگر یه دعوایی میشه آشتی میدیم همدیگه رو، میگیم که نذاریم به شکایت بریشه، به کلانتری نریم، این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم. یعنی اگر که این 104300 فقره رو که به پزشک قانونی مراجعه کرده شما خودتون روش بررسی بکنید، ببینید که اصلا به یه جایی میرسه که اون تعدادی هم که به پزشک قانونی نرفتن چه رقم سرسام‌آوری رو به وجود میاره. میگن که از هر 3 نفر 2 نفر متأهلن، 1 نفر مجرد از این زندانیان کشور. میگن که اکثریت قریب به اتفاق 30 سال دارن. خب بچه هایی هم هستن در داخل اینها، بچه هایی هم به اینها اضافه میشن. این 7 میلیون
کودک خیابانی و کودک کار نهایتا سرنوشتشون به کجا میرسه؟ به همین زندان ها. این زندان، اینا زندانیان تازه معمولی هستن. زندانیان اینترنتی و سایبری میگن متوسط سنشون 16 و 17 ساله. همه این آمارهایی که من خدمتتون عرض میکنم آمارهای رسمی جمهوری اسلامی است. من فکر میکنم که حتی منی که با آمار غریبه نیستم نیازی به این ندارم که بیام و اینها رو تجزیه تحلیل بکنم که به چه شکله، غلطه یا درسته. همین آمارها رو فقط نگاه بکنیم. خب پرونده هایی که در دادگاه انقلاب وجود داره، در سال گذشته 212,000 پرونده بوده. دادگاه انقلاب یعنی چی؟ دادگاه انقلاب خیلی روشنه. هر رژیمی که عوض میشه، کودتا میکنه، انقلاب میکنه، هر کاری که میکنه یک دادگاه انقلابی تشکیل میده برای اینکه سریع بتونه به اون کسانی که ضد انقلاب هستن پرونده هاشون بررسی بکنه، که الحمدلله ما در جمهوری اسلامی نمونه های بسیار زیادی داشتیم تو این زمینه. ولی خب یه مسئله است، دادگاه انقلاب هنوز وجود داره، هنوز در سال گذشته به قول خودشون 212,000 پرونده رو، انگار نه انگار که قوه قضاییه هم وجود داره، انگار نه انگار که دادگستری هم وجود داره، انگار نه انگار که اینها هم همش مال خود جمهوری اسلامی است، یعنی مال کشورهای غریبه نیست، مال ابرقدرت ها نیست، اینا مال خود جمهوری اسلامیه. منتها چون هیچ کدوم مورد اعتماد حکومت نیستن یه دادگاه انقلاب هم اضافه میشه. خب گفته میشه که در سال گذشته 17% جرم افزایش پیدا کرده. سال 93 به نسبت سال 92. این رو در نظر بگیرید که سال 93 به مقایسه 92، 98% هم آزار و اذیت زنان در خیابان‌ها بیشتر شده. یعنی در همین دورانی که حکومت تدبیر و امید آمده و قول همه چی رو داده، دلایلش چیه؟ بیکاری، بیکاری، باز هم بیکاری، عدم توان حکومت برای ایجاد کار. چرا؟ آیا واقعا یک کشوری مثل ایران یک ثروت کشوری زیرزمینی، یک ثروت نیروی انسانی در ایران نمیتونه کار ایجاد بکنه؟ مطمئنن میتونه، شکی برش نیست. این ثروت بسیار بالا، این ثروتی که در طی این سالهای 37 ساله انقلاب اصلا نجومی بوده، یعنی چندین و چند برابر کل ثروت ایران در دوران 100 سال گذشته فقط در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته که میشده باهاش چند تا کشور ساخت، ولی من نمیدونم چه هنری بوده که اینها بتونن که این مملکت رو به این ویرانی بکشونن و مردمش رو به این سرفکندگی. بیکاری یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که شما مواجه هستید بر اساس آمارهایی که مشاور همین آقای رئیس جمهور فعلی تدبیر و امید که میخواست که سانتریفیوژها بگردن، چرخ زندگی مردم هم بگرده، 10 میلیون بیکار همه جوون وجود داره و پیشبینی میکنن که این ممکنه قحطی توی جامعه ایران به وجود بیاره، فقر گسترده، فقر عظیمی که به هر حال میدونید فقر تنها گرسنگی شکم نیست، فقر به دنبالش حقارت هم میاد. خب این چیه؟ اینها همه واقعیت هایی که متاسفانه و متاسفانه وجود داره. این بی اخلاقی که ریشه در حاکمیت داره و تسری پیدا میکنه به مردم، این فسادی که به هر حال قبول دارم، میدونم که چند تا کشور هم در دنیا هستن که مرتبه فساد از ما بیشتره، ولی سوال میکنم هیچ کدومشون ثروت ایران رو دارن؟ هیچ کدومشون تاریخ و قدمت ایران رو دارن؟ هیچ کدومشون از یک امپراتوری میان؟ هیچ کدومشون از یک اوج به یک ذلت افتادن؟ هیچ کدومشون اینطوری نیستن. وقتی که ما این کشورهایی که
درجه بالاتری از فساد نسبت به جمهوری اسلامی دارن رو نگاه بکنیم، همه کشورهایی است که کشورهای افریقایی که همه از گرسنگی نمیدونن چی کار بکنن، خب طبیعی است که اون مقدار کمکی که بهشون میشه اینها به حساب دزدی خودشون، اختلاس خودشون میگذارن. بحث رو بازترش بکنیم، این زندانی ها، این زندانی هایی که از یک حقوقی برخوردار هستند، این زندانی هایی که در حال در کنوانسیون ها جمهوری اسلامی امضا کرده، حق و حقوق زندانی رو به رسمیت شناخته، بابت این از کشورهای مختلف پول میگیره، از انگلیس، از جاهای دیگه پول میگیره که تربیت بکنه زندانبانهای خودش رو برای حق و حقوق زندانی، چی کار میکنه اون وقت بعدش؟ شکنجه هایی که در زندان های ایران میشه رو میتونید بهش باور بکنید؟ میتونید باور بکنید که مرحله ای که این بچه هایی که سن کمتری رو دارن، درسته ممکنه 18 سال باشن و یا کمتر از 18 ساله هایی رو که قاطی زندانی های دیگه میکنن، قاطی زندانی هایی که به هر حال همه جور جرمی رو دارن، تجاوزی که به اونها میشه، بی‌اعتباری حیثیتی هویتی که برای اینها ایجاد میشه، همه اینها یک معنی داره. اینجاست که آدم بیشتر دلش شور میزنه. زندانیان سیاسی ما جایگاه جداگانه ای دارن، حتی اونهایی که امروز نه مخالف جمهوری اسلامی، مخالف گروه به اصطلاح تندرو هستن که همشون یک یعنیش تفاوتی نمیکنه. این حق و حقوق زندانی است، اصلا تفاوت نمیکنه زندانی کیه، زندانی هر کی هست این یک حقوقی رو داره. متأ ما در اینجا چی کار میکنیم؟ آیا ما عملی رو انجام میدیم؟ ما حرکتی رو میکنیم؟ اجازه بدید که به شما یه چیزی رو بگم، خیلی سخته، خیلی سخته که من به شما بگم که من از حقوق همه قاتلین، همه مجرمین، همه دزدان کوچکی که امروز به زندان افتادن دفاع میکنم. میدونید چرا؟ برای اینکه اینها که قاتل زاده نشدن که، اینها که سارق زاده نشدن که، اینها که مجرم زاده نشدن که، اینها بچه های من، اینها همون آدم هایی هستن که امروز جمهوری اسلامی میگیرتشون، زندانیشون میکنه به جرم اینی که حداقل های زندگیشون وجود نداره. اون کسی که میره سرقت میکنه، اون کسی که میره تو خیابون زورگیری میکنه، اون کسی که دستبرد میزنه مردم رو، نمیدونم، حتی میکشه برای اینکه یک علنگو و یک انگشترش رو ازش بگیره، اینها همه همونهایی هستن که اگر امکان زندگی براشون بود، متجاوز از 90%شون، هیچ کدوم این کار رو نبودن، هیچ کدوم به زندان نمیافتادن. من نگرانی اونجاها رو دارم، من نگرانی این رو دارم که ما به کجا داریم میریم. یه خورده چشمامون رو باز بکنیم. الان شنیدم که یه عده‌ای رفتن عکس آقای نوه آقای خمینی رو تو ماه دیدن، یه عده‌ای دیگه هم عکس آقا مشتبه خامنه ای رو در یه طرف دیگه ماه دیدن. میتونید ببینید، میتونید فکر بکنید که باید چیکار کرد. توی خیابون دوربر خودتون رو نگاه بکنید. من اصلا نمیگم که بیایید شعار سیاسی بدید، مبارزه سیاسی بکنید. بیایید تو دوربر خودتون، اطراف خودتون رو ببینید که ببینید چی داره میگذره. اون وقت فکر بکنید که آیا این حکومت از خمینی تا خامنه ای، از رفسنجانی تا خاتمی، از خاتمی تا احمدی نژاد و روحانی تا حالا انتخابات بعدی کاری میتونن انجام بدن؟ به این فکر بکنیم. سپاسگزارم. تا برنامه دیگه.